از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین دانشمندان در شهر سومی روی گزینه های بدیل منابع انرژی کار میکنند و خاطر که بیشتر زیربناهای تأمین انرژی اوکراین در جنگ با روسیه از بین رفته است باشندگان منطقه امیدوار هستند که دانشمندان سرانجام بتوانند یک راه حل را پیدا کنند همسایه ها کار ما را دوست دارند و میگویند با بودن اولکسی در نزدیک ما وضع ما خوب است این استاد دانشگاه شده شهر سومی از تخته های سولر که بر فراز با مو نصب شده است برق می گیرد و آن را بعد دیگران نیست توزیم می کند. ما با گراش هایی که با موترهای برقی از کار افتاده در کیف و شهر خارکیف سر کار دارند تماس گرفتیم و از آنها خواستیم تا های کارآمد که توان چارچه دوباره را دارند به ما بفروشند ما امیدواریم که سه تا چهار خانه را روزانه الا ده ساعت برق بر روش کاملا خودکار یا اتومات بدهیم درست دینکو که معاون دیپارتمنت کامپیوتر ساینس در دانشگاه دولتی شهر سومی است میگوید این دانشگاه تخته های سیار سولر را برای تولید برق ساختند هر یک از تریلرهای های سولر کمتر از چار هزار دلار قیمت دارد و در بخش از اوکراین به شمول مناطق ویونی، تیسیا و وولین تولید میشود. می شود. ما می توانیم ما می توانیم به پسته های تلاشی، شفاخانه محلی یا مرکز فرمان در مناطقی که برق نیست سهولت برق را فراهم کنیم. یک نفر در بین پنج الی هفت دقیقه آن را تخلیه و دومی آن را پر می کند. این مرکز سیار برق از شش تخت سولار و بطری های یک موتر لاری بزرگ ساخته شده است. تریلر های بزرگ نه تنها برق را جمعوری و ذخیره می کنند بلکه آن را به منبع برق نیست تبدیل می کنند. انصار سیومی نو انورتر یا تبدیل کننده برق است که با آن بطری ها خوب کار می کنند و برای ما کمک می کنند تا سایر منابع برق به شمول جناتورها ها را وصل کنیم. دروزینکو می گوید باشندگان این منطقه تخته های سولار نصب کردند. می بینیم که مردم در خانه های خود تخته های سولر گذاشته هند. بر فراز بام هایشان و در مقابل خانه هایشان دیده می شود که با آن بیتری ها را وصل می کنند. یک قدم به جهت سیستم اتومات کامل نزدیک شدند. انجینر های شهر سومی همچنان برای بهتر ساختن تخته های سولر از مواد جدید استفاده می کنند که ارزان تر تمام شود و برای محیط زیست نیز محصول باشد. جیلا نوری، تلزن واشنگتن.